در این مورد همراه هستیم با دکتر مهدی صادقی، کارشناس مسائل سیاسی، اجتماعی و بین المللی از تهران. سلام و شب شما بخیر. آقای دکتر صادقی، با توجه به اضافه شدن واحد فولاد سینکیانگ به فهرست تحریم‌های ایالات متحده به دلیل استفاده از کار اجباری اویغورها، به نظر شما این اقدام چه تأثیری بر رفتار دولت چین در رابطه با نقض حقوق بشر مسلمانان اویغور خواهد داشت؟ سلام میکنم خدمت شما و بینندگان محترم. به نظر من با در دهه های اخیر با گسترش اینترنت و افزایش ارتباطات و اطلاعات، موضوعات حقوق بشری خیلی با اهمیت شدن و میتونن کشورها رو تحت تاثیر قرار بدن. البته در این زمینه باید ببینیم که سمتی که تحریم میکنن کشورهای غربی و امریکایی چقدر این موضوع با منافع حیاتی اونها در ارتباط هستش، و دوم اینکه طرف مقابل چقدر دموکراتیک هست و چقدر حکومت دموکراتیکی داره. معمولا در طرف مقابل که کشورهای مثل روسیه و چین که کشورهای دموکراتیکی نیستن، زیاد به این موضوع توجه نمی کنن، ولی به هر حال در دنیای امروز نمیتونن بی توجه از کنار این مسائل رد بشن و حتما اثراتی خواهد داشت. منتها اینکه چقدر اثر داشته باشه باید دید، که چقدر این موضوع در ارتباط با منافع حیاتی طرف تحریم کننده ارتباط داره که فشار بیشتری بیارن. ما نمونه هایی داشتیم در اروپا، در به عنوان مثال بحران کوزوو، مسائل حقوق بشری چون ارتباط زیادی با منافع حیاتی اروپایی‌ها پیدا کرد، منجر حتی به مداخله نظامی شد. ولی در این مورد در ارتباط با مسائل داخلی چین خب اهمیت کمتری داره، ولی به هر حال اثر داره. کما اینکه در این حال اینکه کشور چین نشون داده زیاد به این مسائل توجهی نداره و معمولا تلاش میکنه که از کنار این مسائل عبور کنه. بله، از شما سپاسگزارم. دکتر مهدی صادقی، کارشناس مسائل سیاسی، اجتماعی و بین المللی از تهران.